باشندگان پایتخت عید سعید اضحا را جشن گرفتند. شماری از پایتخت نشینان با رفتن به تفریگاه ها این روز را جشن می گیرند و شماری هم مصروف رفتن به خانه های دوستان و اقاربشان هستند. باشندگان کابل می گویند عید بهانه برای شادی و دیدار از دوستان و خویشاوندان است. تفاوت عید همیشه برای مسلمانان خوش تیر می شود و همیشه ما عید پر جمع جوش می داشته باشیم در کشور ما افغانستان، همچنان در کشورهای دیگر عید به شکل درستی و پر جمع جوش مردم تجلیل می کنند و ما بسیار خوش هستیم در عید. خوب است، میگذرد. عید خوبی بود، عید خوب است، هنوزم هست دیگه. نظر به عیدهای سابق جمع جوش نمانده، حالا پارکا می جاست فقط یا خالص، نظر به سابق بسیار جمع جوش بود دیگه. کدام مشکل دیگه نداری، دولت هم یکم متعصب چیزا دور شوه دیگه. اهمیت خوب است، اهمیت برقرار است دیگه. کلیگ میفهمه که فعلا دولتش خوب دولت است، فقط می دولت تعصب یا یکم کم شوه خوب تر بشه دیگه. ما از دولتشان خوش هستیم. عید امواره تصویر مثبتی از لبخند و خوشی بوده است، اما در این سو پیرمرد با روایت از چگونگی زندگیش تجلیل از این روز را به چالش می کشد. پیرمرد کهنسال که شاقه کاری می کند. او تنها نانآور خانواده شش نفره اش است. او می گوید برایش مهم نیست که عید است یا نه، زیرا او مجبور است تا همه روزه لقمنان به خانواده اش ببرد. یک تعداد است مثلا از مجبوری می برای، یک تعداد است از شکر و چیز می برای دیگر. اینال ما مردم که من خدا می بینه، پاچه هم می بینه دیگر، یعنی مشکلات ها را داریم دیگر. عید پیام آور خوشی و شادمانی است، اما در افغانستان این روزها پهلوهای متفاوتی دارد. برای برخی ها پیام آور شادی و سرور است، اما برخی ها بنابر مشکلات اقتصادی از شادی های عید محرومند.